بازم خوش آمدین در این بخش برنامه جناب ایرج فقیری آقای مسائل اقتصادی با ما هستند در رابطه با مدیریت اقتصاد خانواده می خواهیم صحبت بکنیم این که چگونه ما پول را کاهید می داشته باشیم و چگونه او را مدیریت بکنیم در خانواده خود و مصرف آن جناب فقیری خیلی خوش آمدین صبح شما بخیر خواهش بگم تشکر صبح شما بخیر باشه انشاءالله بخیر باشید فقیری صاحب می در آغاز بدانم که چگونه ما میتونیم که اقتصاد خانواده خود را مدیریت بکنیم خب البته بستگی به این داره که شما لفظ اقتصاد به خاطر چی به کار میبرین مدیریت یکی از بخش های مهم هست که شامل چندین قسمت میشه که ما یک قسمت مهم از اون مدیریت اقتصادی هسته مدیریت اقتصادی یعنی بررسی نمودن مقدار درآمد ایجاد یک مصرف بهینه به و درست کردن و ایجاد سهولت ها در آینده برای خانواده خواهد بود که بستگی به ای داره که چه اشخاص ای کار را انجام بدن به چه طریقه انجام بدن و چه معلومات و توانایی و تکنیکی مربوط به مدیریت مالی در خانواده را دارن بسیار خوب فقیلی بعض از اشخاص افراد است که من از جمع از اون اشخاص افراد است اگر 20 افغانی هایی دارم همیشه کشی کردم 21 افغانی مصرف بکنم و این واقعا ستمه میرسانه به مدیریت اقتصادی ما در کل چگونه ما میتونم که خود را عیار بسازم و آماده بسازم که اگر بیست افغانی های دارم ده افغانی مصرف بکنم افغانی دیگه شو پسنداز کنم موضوع سر از این است که مصرف چیزی نیه که به دست شما باشه مصرف یعنی بررسی نمودن نیازهای های ابتدایی انسان ها شما باید در ابتدا بیاین مصارف ابتدایی که شما نیازمند از این هست که روزگار شما سپری بشه مورد بررسی قرار بدین یا گرنج خواهد شد یا عددی خواهد شد مثلا 10000 هزار،, هزار یا 15000 یا بالاخره مثلا 17000 افغانی بعد بیاین شما درآمد خور بر اساس مقدار مصرف خود تعیین بکنین شما مثلا اگر شما 20000 درآمد داشته باشین و نفهمین چه مقدار مصرف دارین امکان داره سه گزینه برای شما ایجاد بشه شما بگین که بیشتر از مصارف و پول دارم درآمد میکنم کمتر از دارم درآمد صحبت میکنم یا برابر بازو به هر صورت شما دوچار مشکل خواهی شد شما چون دقیق نمیفهمین که چه مقدار مصارف شما هسته و چه مقدار ذخیره شما میتونین بکنیم مثلا من شخصا وقتی میفهمم که در طول ما به صورت تقریبی 17000 افغانی درآمد دارم و من درام مزد مصارف من 17 هزار است و درامت من هسته هزار افغانی به این معنی که من 13 هزار افغانی میتونم ذخیره بکنم یعنی هر کالایی که میخوام خریداری بکنم که مثلا مبلغ 30000 افغانی باشه برای ما ما میتونم خریداری بکنم و وقتی من فهمیدم که مصارف من هست هزار سعی تمام تلاش ازمین خور میکنم که در صورتی که درآمد من افزایش پیدا کرد نباید مصارف من بیشتر بشه مثل خیلی از آدما هستن ماشینا 20000 آخر ماه هیچ چی ماشینا هست یک لک آخر ما باز دوباره هیچ چی این نشون میده که چیکار میکنم مصارف رو بر اساس درآمدا خود تعیین میکنن و این یک موضوع اشتباه کلان است که متاسفانه بر بین خانواده های افغانستان این رواج بسیار داره خب من میخوایم که راهکارها را بالاخره پیدا بکنیم که اگر همو 20000 افغانی ها ما داریم 20000 بالاخره مصرف ماست اگر یک لک افغانی ها ما داریم یک لک افغانی را بر ما مصرف میکنیم راهکارها چیست که ما اون 20000 افغانی اگر اید داریم 10000 شما مصرف کنیم 10000 دیگه شپسنداز کنیم موضوع سر که وقت شما مصارف خور تعیین کردین که به صورت تخمینی چه مقدار هسته سپس مقدار باقی مانده شما سخیره میکنین و با افزایش درامت های کلی شما در طول ما شما باید چند تا موضوعات رعایت کنید یکی ای که خوردن نان در بیرون یکی از موضوعاتی هست که سبب میشه که پول به نادرستی مصرف بشه خریدهای عجولانه ایجاد چشم و همچشمی، رقابت های بیجا، تجملگرایی، اشتراک کردن به معافلی که ضرورت نیه و خیلی از موضوعات دیگی که در روزمره برای انسان ها اتفاق میفته که ولی متاسفانه با دقت نکنن به این موضوعات سبب میشه که به مرور زمان کم کم و اندک یک پول هنگفتی در آخر ما اونها مصرف کرده باشن ما خیلی از افراد داریم مثلا برای شما بگم که علاقه شدید دارم به استفاده کردن از مواد انرژیزا مثلا خوردن خیلی از نوشیدنی های انرژیزا این روزانه مثلا یک دانه یا دو تا میخوره بعد قیمتی هم شاید 100 تا 200 روپیه مصرف بشه خب شما نگاه کنید 200 روپیه در آخر ماه تبدیل میشه به 6000 افغانی <applause> شیشه در افغانی بسیار مبلغ کلانی هسته <تصفيق> که او <applause> حتی میتونست مثلا خرج یک خانواده باشه در کابل که متاسفانه این موضوعات رعایت نمیشه بعد این موضوع در نظر گرفته شه به مرور زمان شما باید تشخیص بدین که چه چیزهایی که دارین شما انجام میدین اضافه بر اون احتیاج شما هسته اضافه بر احتیاج شناسایی کنین و اونا کم کم به صورت منظم اونا از روند زندگی خارج بسازین تا بتونین یک مقدار ذخیره بهتر داشته باشین موضوع سر که ذخیره کردن و اقتصاد خوب ربطی به این نداره که آدم بیای خیلی میبخشون خصاصت به خرج بده امه. مثلا به جای که بیای اغذیه و تغذیه مناسب داشته باشه بیای مثلا نان و آب بخوره به خاطر که پول بیشتری ذخیره کنه نه این موضوع نخواهد بود اقتصادی و کسی اقتصادی هسته که پول به درست و به شیوه مناسب در وقت مناسب مصرف میکنه مثلا خیلی از افراد هستن که تغذیه خوبی دارن ورزش خور میکنن وظیفه خور دارن ذخیره دارن زندگی به صورت رفای نسبی انجام میشه به مرور زمان میتونن سهولت های بهتر در زندگی خود ایجاد کنن ولی همیشه هیچ وقت گلمند از اینیه که ما معاش کمی میگیریم ما نمیتونیم ذخیره کنیم مصارف ما بالای کشور از نظر سیاسی فلان شده کشور از نظر اقتصادی خراب است و هزار تا موضوع دیگه ولی کدام نفرایی داریم که معاش بسیار بالا میگیره ولی متاسفانه هر ساعت و هر لحظه و هر روز گلای مند از این هست که افغانستان فلان شده ایت شده و خیلی از موضوعات دیگه همه مشکلات و همه موضوعات که بالایش میایه از لحاظ اقتصادی کلش هم مندازه به سر افغانستان که مشکل انتخابات است مشکل امنیت است مشکل ده ها مشکل دیگه که وجود داره میخوایم که یک مدیر خوب اقتصادی را شما یک تعریف داشته باشید کی میتونه یک مدیر خوب باشه و ویژگی های یک مدیر خوب در قسمت بحث اقتصادی چیست اولا یک خوبی داره که یک مدیر خوب اقتصادی هیچ ربطی به جنسیت نداره و هیچ ربطی هم به سن و سال میتونه نداشته باشه مهم سر از است که کسی که خود از او به صورت دقیق کار اقتصادی را انجام میده که میتونه الگوی بقیه اعضای خانواده باشه اولین فاکتور مهم است کسی که توانایی مالی بهتری داشته باشه میتونه دومین فاکتور باشه خب به خانواده شما میفهمه که کدام کس هست که توانایی مالی قوی تری داره پس اون میتونه الگوی بهتری باشه برای مدیریت مالی و شخصی که از نظر تکنیکی و علم اقتصادی و فرهنگ اقتصادی آگاهی داشته باشه او بسیار کمک کننده هست خیلی از افراد هستن در خانواده فرهنگ اقتصادی دارن به این معنا که مصارف خور بر اساس چیزی که نیاز هست انجام میدن مثلا کدام پدری هست برای اولاد خو هزینه مصرف میکنه که تحصیلات خور انجام بدن ولی متاسفانه هیچ وقت نپرسیده که توی تحصیلات تو چی هست به چی قسم هسته ما خیلی از پدرا داریم مصارف مالی فراهم ساخته ولی نظارت دقیق بالای مصرف مصارف مالی نداشته خیلی از پدرا الان همین همی لحظه پرسان کنین که مثلا اولاداش رو ما سنف چند هستن آگاهی نداره یا اگرم یک عددی بگه با... با شک و تردید میگه مثلا میگه که فکر کنم شاید صنف نو باشه نیا کنید چی نشان میده شما خب قرار نیه که فقط بره اون شخص پول بدین بعد نظارت بالای مصرف از اون داشته باشین در صورتی که نظارت بالای مصرف نباشه او شخص او پول مورد نظر رو به صورت دقیق مصرف نمیکنه. و هر قسمه که بخوای مصرف میکنه نکنی پرسیدن از این که تو پول داری کجا مصرف میکنی و به چه قسم مصرف میکنی هیچ عیب و ایرادی نداره شما میخواین راهنمایی بکنی در اعضای خانواده کسی با کسی رقابت نداره در کنار از این موضوع شما وقتی داری همچین مسئله مصرف میکنی و پرسان میکنی از یک نفر که شما این پول میخوای چه کار کنی به این معنای هست که شما میخوای بیشتر راهنمایی کنی او شخصه و او به راه درست و منظم که بهتر بتونه این پول مورد نظر مصرف بکنه داری راهنمایی میکنی پس وقتی که من مثلا من یک برادر دارم میای بگه که برم م برای پانتون خب پول کم دارم وقتی میگم چقدر پول لازم داری هم پول برای میدم میگم برای سمستری چند هسته چند کردیت داری تا کی ای پول دوام داره سمستر بعدی تو کی شروع میشه و م سمستر بعدی چه مقدار باید به با تو پول بدم این کار ما باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که خود به خود او شخص مورد نظر به صورت آگاه سعی و تلاش عظمی داشته باشه یا دقت بیشتری داشته باشه به که او پول خور درست مصرف کنه چون میفهمه که سوار روز روز حسابی هم هست وقتی ما و شما بفهمیم روز حسابی نیه چه اتفاق میفته که هر کس هر کاری که بخواد میکنه همین حاله در رفتار مهم. انسانی انسان ها اگه ما بفهمیم روز حسابی نباشه چه اتفاقی خواهد افتاد هر کس هر کاری که دوست داره میکنه بله تشکر جناب فقری از که دعوت ما رو پذیرفتید اومدید اگر کدام موضوع مشخص مانده باشه که سوال نکرده باشم بخواید روی صحبت کنید بفرمایید در غیر از او تشکر از میکنم سلامت باشین موضوع سر از که برای اقتصاد بهتر باید فرهنگ اقتصادی بهتری داشته باشیم فرهنگ اقتصادی به این معنا که روزهای بهتری وجود خواهد داشت مردم افغانستان خیلی درد و رنج دیدن روزگار سخت و آدمای سخت روزگار سخت بالاخره خلاص خواهد شد و آدمای سخت خواهند ماند و او وقت است که در خوشی ها انشاءالله غرق خواهند شد و خیر باشید لطفا بکنم شما تشکر از شما وطنای بسیار خوبم که تا حال همراه ما بودین یک رفت و برگشت میکنیم یعنی یک وقت یک میگیریم دوباره برمیگردیم